262 سلام. سلام، خوبی؟ ممنون، سلامت باشین. ببخش، من چند روز پیش هم اومدم بالا و یه سری طرف رو گفتم، بعد میخواستم در مورد اونا صحبت کنم اگه ممکن باشه. باشه باشه، یه لحظه من یه چیز رو نگاه کنم. یه نفر داره میگه، قاسم میگه صداش نیست الان دیگه، اومد صداش، درسته؟ میگه آرمین درست میگه، خیلی جاها بدتر از ما هستن، حداقل الان افغانستان وضعیتش خیلی بده. بله، ببین بستگی داره که رو چه آماری نگاه میکنی. ببخشید 260، من حواسه طرف پریدم، می‌خواستم که می‌خواستم تو لایو چت خبر. خب چه موضوعی رو می‌خواستی دوباره صحبت کنی؟ من دو تا موضوع الان خواستم بگم. یکی در مورد پلیس حرف می‌زدین چند روز پیش که من نگاه می‌کردم، خواستم معرف بدم در موردش، دیگه وقت نشد، یعنی خودم برام پیش اومد شد، مجبور شدم برم. شما آماری دادین که توش در مورد این گفتین که پلیس ایران خیلی آدم کشته، درسته؟ یه همچین چیزی من برداشت کردم. من حرفی رو که زدم این بود که آمار رو با ایران، آمار تقدار مقدار اینکه مردم ایران کشته میشن به دست پلیس، اگه بخواید مقایسه بکنین با آمریکا، باید به نسبت به جمعیتش نگاه بکنین، نه اینکه فقط تعداد کل رو نگاه بکنین. خب و آماری رو که بر اساس آماری که ما داریم، البته آماری که از ایران داریم خیلی قطعیتش خیلی کمه، ولی همون آمار هم اگه حساب بکنیم، درسته که به تعداد کل کشته شدگان توسط پلیس تو آمریکا تعداد کلش بیشتره، ولی بر اساس همون آمار احتمال به زیاد غلطی هم که از ایران داریم، تعداد سرانش بر اساس مقدار سرانش، یعنی به نسبت به جمعیتش که حساب بکنیم، تعداد کشته شدگان توسط پلیس تو ایران از آمریکا بیشتره. تازه اینم تو کشوریه که مردمش مسلح نیستن. خب یعنی آمریکا نسبت به کشور پیشرفته بدترین کشوره به خاطر این مسلح بودن مردمشه. خب یعنی برای اینکه داشتم جواب امیدانه رو میدادم که اومده بود تعداد کل کسایی که توی آمریکا با پلیس کشته میشدن و تعداد کلش رو داشت با ایران مقایسه میکرد، که این مقایسه غلطی بود به نظر من. باید میومد تقسیم میکرد به جامعه، که اگه تقسیم میکنی به جامعه تو ایران بدتر بود. من با موضوع بحثم این بود. راستش من به عنوان کسی که کل عمرش تو ایران زندگی کرده، خواستم بگم من حس بدی رو واقعا نسبت به پلیس ایران ندارم، و پلیس ایران پلیسی نمیبینم که همینجوری بی خود و بی جهت تو خیابون آدم بکشه. و تنها حالتی که من قبول میکنم پلیس ایران به ناحق کشته آدم ها رو تو خیابون یا هر جایی، وقت تظاهرات ها بوده، که افرادی که تظاهرات میکردن ضد رژیم یا ضد حتی خیلی به قول مسلمت ها میرن بودن، باز پلیس متاسفانه بد وارد عمل شده، بد کشته. حتی این یکی کجا بد وارد شده؟ تو ایران وقتی که تظاهراتی شده ضد رژیم، ضد کشور، در ضد حکومت تظاهرات شده، پلیس بد وارد عمل شده و کشته. این جاییه که من حس بدی نسبت به پلیس ایران دارم، و به نظرم پلیس ایران بد رفتار کرده. یه چیزی من بگم، حالا من این بگم بعد شما بگین، ولی به نظرم میشه این آمار افرادی که به وسیله پلیس کشته شدن رو بذارید کنار آماری که از پلیس کشته میشه در هر سال، یعنی تعداد پلیسایی که توی هر سال، چون من چند نفری از بستگان حالا نه چندان نزدیک خودم پلیس بودن و حین در واقع محل حین خدمتشون کشته شدن. فقط یکیشون که توی مرز سیستان بلوچستان کشته شد و یکیشون هم توی کرج کشته شد به وسیله اشرار. اینو می‌خواستم بگم در دفاع از پلیس، که پلیس همیشه هم بعد خیلی جاها من جمله وقتی که تظاهرات میشه، پلیس ایران واقعا رفتار نامناسبی داره و میکشه. ولی مثلا ما وقتی که در ببین داری میری سراغ اساسا نکته سوم، در صورتی که من میخوام نکته اول رو جواب بدم. چیزه، ببین شما داری میگی که من حس کرد میکنم، یعنی که من تجربه دارم. اینا رو ملاک نباید قائل بشی. خب هر کس، ببینید شما برای اگه داستان دارید، مثال دارید، حس میکنید، بر اساس این ما هر نتیجه میتونیم بگیریم. خب شما میتونیم بریم بدترین کشور جهان رو پیدا بکنید، از لحاظ اینکه رفتاری که پلیسش با مردمش داره، خب از کشوری که آمار داره که بدترین کشوره، شما میتونید تو همون کشور برین کسایی رو پیدا بکنید
که تجربه خیلی عالی داشتن با پلیس. خب یعنی که میتونین برین تو کشوری که بهترین کشوره، اصلا پلیسش مهربون ترین پلیس دنیا رو داره، برین تو اون کشورم میتونین برین پیدا بکنین کسایی که تجربه دارن بدترین تجربه رو با پلیس. خب اینا رو ملاک نه، تجربه های شخصیتون رو و حسی رو که دارین رو استفاده نکنین برای نتیجه گیری. خب ما باید بر اساس آمار بریم نتیجه گیری بکنیم. اگه آمارم خوب نبود یا اینکه آمارم نداشتیم، فقط باید بگیم که نمیدونیم. خب اگرم آمار نداریم میتونیم یه چیز دیگه بگم، ولی یه بعضی موقع هم میتونیم بیایم بگیم که، البته من یه ذره حرفم عوض کنم، بعضی موقع هم میتونیم بر اساس تجربهمون حدس بزنیم، در صورتی که بیایم بگیم که این حدس ما به شدت میتونه اشتباه باشه. یعنی باید هر موقع از حدس و گمان استفاده میکنیم، به نظر ما مسئولیت داریم که بعدش سریع بگیم که این اصلا هیچ قطعیتی نداره و خودم هیچ ایمانی به این نتیجه ندارم، فقط یه حدس و گمانه که گذاشتم که ببینیم درسته یا نه. یعنی حدس و گمان کردن برای بررسی این که این درسته یا نه اشکال نداره، ولی حدس و گمان برای این که بگیم این نتیجه گیری درسته، اون موقع حدس و گمان کاربردش غلطی داره. حدس و گمان فقط برای این کاربرد داره که ما یه چیزی رو بذاریم رو میز که بعد بیایم بررسی کنیم ببینیم این درسته یا نه. بفرمایید. بذار من بگم. من این که گفتم حس خوبی دارم، منظورم این بود که این حس خوب من مجبور کرد که بیام و اینجا حرف بزنم، نه اینکه حس خوبم اینی که چون حس من خوبه پس پلیس خوبه. حس من خوب بود و این باعث شد که من بیام در مورد این حرف بزنم و در مورد پلیس. درست. و حق باشه باشه. منظور من این بود که اگه پلیس یه جایی آدم زیاد میکشه، ممکنه وسته به شرایط باشه. مثل همین حرفی که خودتون زدین، یعنی گفتین که چون مردم آمریکا مسلحن، یک شرایط خاصی توی آمریکا به وجود اومده و ممکنه اگه همه پلیسای آمریکا رو جمع کنید ببرید توی انگلستان و همه پلیسای انگلستان رو جمع کنید ببرید توی آمریکا، خب اون موقع ممکنه که پلیسایی که انگلیسی هستن، بریتانیایی هستن، بیشتر بکشن از مردم آمریکا. یعنی اون نه ساختار پلیس آمریکا بده، نه ساختار پلیس انگلیس، نه آدمایی که پلیسن توی آمریکا یا آدمایی که توی انگلستان پلیسن، فقط مشکل اون شرایطی که اونجا به وجود اومده، این که حق آزادی اسلحه دادن به مردم آمریکا و این باعث شده که تعداد بیشتری کشته بشه، حالا پلیس داره بهش بیشتر میکشه. و این که مثلا توی ایران ما کنار افغانستانیم که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر دنیاست، خب این به طور اتوماتیک باعث میشه که خیلی از باندهای قاچاق بخوان از طریق ایران به ترکیه و بعد به اروپا مواد ببرن و این باعث میشه که پلیس ایران خیلی ها رو مجبور بشه با خیلی ها درگیر بشه. اونا شما رو شاید دیده باشین توی کلیپاشون، تانک هم دارن، تانک دیگه قلوه، ولی خیلی سلاح‌های نظامی پیشرفته ای دارن باندهای قاچاق، خب قاچاق مواد مخدر منظورم. خب این باعث میشه که پلیس خیلی از اونا بکشه و بعد آمار کشته شده ها به وسیله پلیس هم بره بالا. یعنی خب ببخشید ببینید، شما یه چیزی رو دارین میگید، شما اصلا متوجه این آمار خیلی نشون دهنده خشونت پلیس ایران نیست. خب شما دارین یه حرفی تو دهن من میذارین که من هیچ وقت ببینین، اولا که بررسی پلیس ایران به نسبت خشن‌تر نسبت به سایر کشورهای دیگه، اولا که من همچین حرفی نزدم اصلا. شما اگه برین نگاه بکنید، من داشتم نشون میدادم که نحوه مقایسه اعداد امیدانا اشتباه بود. بحث موضوع من این بود، موضوع بحث من این بود خب که بحث موضوع منظورم این بود که ببینید، البته من چون درست هم کنم بر اساس آمار این رو صحبت کنم، الان چون خودم نرفتم مطلع کنم که ببینم چرا آمارش مثلا تو ایران اینجوریه تو آمریکا اینجوریه، الان من خودم نتیجه گیری ندارم. خب من گفتم اگه بود قرار بود حدس بزنم، خب حدس می‌زدم که تو آمریکا تعداد کسایی که پلیس میکشه بیشتره، به خاطر اینکه پلیس توی آمریکا باید بیشتر با کسایی که مسلح هستن در تماسه، بر همین تیر رد و بدل من اگه قرار بود حرف بزنم، تیر رد و بدل بیشتر میشد با مردم آمریکا، بین پلیس آمریکا و مردم آمریکا، تا تو ایران که مردم مسلح نیستن. برای من حتی اگه قرار بود بزنم، گفتم خب احتمال داره که تو آمریکا بیشتر باشه، ولی آمار رو که نگاه کردم دیدم که اگه به نسبت جمعیت نگاه بکنیم، نگاه کردم که دیدم تو ایران بیشتره،
من اصلا یک دلیل نیوردم، من یه دلیلم نیوردم، گفتم که تازه دلیلم اگه قرار بود بیارم دلیلی آوردم که آمریکا باید بیشتر بشه. من یه دلیل نیوردم که چرا ایران بیشتره. خب گفتم که من اتفاقا برای اون چیز برخلاف اون آمار اون چیزی رو نشون میده که حدس برخلاف حدس من بود. خب چیزی هم که من دارم نشون داشتم میگفتم این بود که امیدانا که اومده میاد تعداد همه کشته میاد مقایسه میکنه که مثلا تو آمریکا تعداد کشته شدگان از پلیس بیشتر از ایرانه، این مقایسه غلطه. اگه میخوایم ببینین کدومش بیشتره باید به نسبت جمعیت نگاه کنین نه تعداد کل نگاه کنین، که اگه نسبت به جمعیت نگاه بکنین تو ایران از آمریکا بیشتره. من حرفم این بود. من نمیدونم بقیه نتیجه چیه که شما الان دارین میگین. من بعد برداشت کرده بودم، ببخش. آها نه نه اشکال نداره. یه چیزی دیگه حالا این بار من بعد شما ایراد بگیرم، در مورد اون وقتی بود که آخر دو جلسه پیش بود، من در مورد سه قبلیش در مورد این من گفتم، من به هزار نفر سعی کردم بگم که من کلا مخالف اینم که حکومت دینی تشکیل بشه و حتی استدلالم آوردم که از نظر دینی که من دارم من قبولش دارم خیلی از احکامش اصلا نیازی نیست که شما حکومت، اصلا نباید شما حکومت داشته باشین. مثلا مثال زدم گفتم وقتی که خدا توی قرآن میگه که شما اگر مهریه زنانتون رو ندین مؤمن نیستین، خب، یا خیلی جاها میگه مسلم نیست یعنی مسلمان نیستین. خب این باعث نمیشه که شما برید مثلا اگر مثلا 1400 سال پیش شما اگر یک نفر که اون دامنه اسلام مهریه زنش رو نمیداده نمیبردنش حبسش کنن. خب این به نظرم خیلی از قوانین اسلام رو اگر پی بگیرید ببینید همین جوری و خیلی جاها گفته که در مورد دین توی قرآن عقاید متفاوتی رو میشنوید، اصلا نیازی نیست که شما اینو اینه یه ذره کوتاه‌تر بگین چون احسان و لیلا منتظرن، بعد من میخوام زیر دو ساعت همین بود گفتم که به نظر من از نظر من دین نباید حکومت تشکیل بده، ولی شما اصرار میکردین که مثلا من به جوری انگار من موافق و تشکیل حکومت دینی هم. من اتفاقا برداشتم از همون اولش این بود که شما یک مسلمان ضد جمهوری اسلامی هستین. برداشت من غلط بود؟ نه نه من نه من از همون لحظه از همون دقیقه های اولی که صحبت کردین برداشت من این بود که شما یک مسلمانی هستین که اسلام جمهوری اسلامی رو قبول ندارید. حکومت دینی نباید باشه در واقع، یعنی حکومت باید آه. نه من برداشتم درست بود. من نمیدونم شما چه جوری من چه حرفی زدم که شما برداشتتون این بود که طرف اگه نگاه کنین نوبیدیا رو تهش هی دارین اصرار میکنین که من بگم که مثلا نباید حکومت دینی تشکیل میشه در حالی که من چهار بار اینو گفتم. نه من یادم نمیاد همش اصراری کرده باشم. شاید دلیلش این بود که من داشتم اینکه شما با یک مسلمان بودید که مخالف جمهوری اسلامی هستین، بعضی از موقع من انگیزم اینه که این تنوع عقیده رو مثلا تبلیغ بکنم که برای ممکنه انگیزم این بوده که شما اینو بگید خیلی واضح بگید که علی جمهوری اسلامی هستین، برای که داشتم تبلیغ میکردم برای بیننده های ما که ببینید ما مسلم یعنی ما با مسلمانانی که علی جمهوری اسلامی هستن هم مثلا میتونیم علی با اینکه اختلاف عقیدتی داریم باشون میتونیم به عنوان یک دوست و یک متحد علی جمهوری اسلامی بهشون نگاه کنیم. خب شاید من انگیزم برای این که شما رو مجبور کنم چند بار اینو بگیم به خاطر علاقه داشتن گفتن این حرف از طرف شما بود، شاید یادم نمیاد بحث ما چی بود. حالا من یه سوال بپرسم دیگه وقت نیست دقیقه. یه بار دیگه یه سوال دیگه فقط کوتاه یه سوال خواهش. من این سوال رو میخوام بپرسم دیگه حرف ندارم، فقط این که اگر یک زمانی حکومت در ایران تغییر کنه یا اصلا یک کشور به شما بدن که تا حالا هیچ حکومتی نداشته، شما قوانین اون کشور رو بر پایه چی می‌ذارین؟ یه بار دیگه بپرس. اگه یک کشوری وجود داره جمهوری اسلامی از ایران رفته، شما بعد از جمهوری اسلامی به شما گفتن شخص شما که قوانین رو برای ایران وضع کنین، حالا شما هم نمی‌خواید فقط دوری دیکتاتور منشان حکومت خودتون باشه، می‌خواید نظر منطقی و عقلی بدین، حکومت ایران بر پایه چی باید قانون بذاره؟ خب ببین یه سری قانونای اساسی هست که به نظر من باید بر اساس حقوق اولیه بشری باشه، بعد از اون دیگه بقیه قوانین بعد از اون باید بر اساس قوه مجریه‌ای باشه که به طور مردم انتخاب کردن برای خودشون. نه قوه مجریه ببخشید میگم قوه چی میشه پارلمان تو چی میگن
قوه مقننه درست، قوه مقننه باشه که مردم خودش انتخاب کرده. یعنی یک سری اصولی هست که حقوق بشر رو رعایت میکنه که اونا تحت دست مردم نیست، که اون باید تو قانون اساسی باشه که اونا رو کسی تعیین نمیکنه، که مثلا آزادی بیان و چه میدونم حق مثلا حق انتخاب دولت و یک سری اصول اولیه حقوق بشری رعایت که بشه، خیلی 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 فقط حقوق بشری اولیه. بعد از اون، به غیر از اون دیگه باید دست خود مردم باشه که خودشون بیان کسایی که قانون منداشون رو تعیین کنن و اونا با هم به طور خیلی کسایی که متخصص هستن و کسایی که تکنوکرات هستن و اینجور چیزا بیان تعیین کنن که چه قانونای کاربردی بیشتر از لحاظ کاربردی باید تعیین کنن که قانون چی باید بشه، چه چیزی به نفع جامعه است. نه بعد اینا خیلی بحث اختصاصی هست. من الان توی جمهوری اسلامی خب به وضعی که ما الان دوچارشیم، بخش اول شما گفتین که مثلا در مورد در بخش اولش در مورد این گفتیم که قوانین در واقع حقوق بشری، خب حقوق بشری توی جمهوری اسلامی یعنی توی حکومت شاهنشاهی، نه حکومت فعلی رو نمیگم، حکومت محمد رضا شاه رو میگم، چه فرقی میکرد با حکومت مثلا شما؟ فرقش زیاد بود ولی خیلی از اصول حقوق بشری رعایت نمیشد توی زمان شاه هم. خب فرقش که زیاد هست، اینکه جمهوری اسلامی به شدت بدتره رو که برای من واضحه. الان هم دیگه مثلا جمهوری اسلامی وجود نداره، فرض کنید جمهوری اسلام نه ببینید شما خب نه ببینید نام اینکه فقط در مورد دین حرف بزنیم، اینکه قوانین مثلا بخشش که ضد دینن در بیاییم، یعنی میخوام فقط در مورد دین حرف بزنیم. ها بله، یعنی شما ممکنه یه حکومت باشه که دینی نباشه ولی حقوق بشر رعایت نکنه. دقیقا. اینو میخوام بگم. دقیقا. بله من قبول دارم، حکومت شاه هم همین بود دیگه. حکومت شاه، حکومت پهلوی قبل از جمهوری اسلامی رو من یک نظام دیکتاتوری میدونم که چیزو که مثلا آزادی بیان رو رعایت نمیکرد، حق انتخاب دولت رو و اساس خود مردم، accountability government، خیلی از حقوق بشری زمان حکومت پهلوی رعایت نمیشد. من اینو قبول دارم. توی چین هم مثلا ببین اصلا یکی از بدترین، الان دو تا از بدترین حکومت‌های جهان، الان یکیش کره شمالیه، یکیش هم حکومت چینه، جفتش هم دینی، البته کره شمالی تقریبا دینیه، چین که غیر دینیه اونم خیلی یکی از بدترین حکومت‌های جهان علیه حقوق بشره. من هیچ وقت نگفتم فقط دینه که علیه حقوق بشره. پس شما در نکنه که بخش من مزاهمتون شدم. پس نه نه مزاهم نبودیم، من استفاده کردیم. ممنون. فعلا خواهد باشه باشه مرسی فعلا.